دو روز. نویسنده فریبا وفی. شوهرم بعد از ماها از سفر برگشت. پسرم انگشتان کوچکش را لای موهای وزوزی او کرد. چقدر سفید شده؟ دخترم گفت چقدر سیاه شده ای بابا؟ نگفتم لاغر شده ای، فقط خندیدم. هر دو به چشمهای هم نگاه کردیم و لبخند زدیم. چشمهای شوهرم سبزند، کدر شده بودند و دور چشمانش پر از شیارهای تیره و روشن بود. بعد از دو روز باید برمی گشت. دستم را توی دستش گرفت و به زخم سوختگی آن نگاه کرد. چی شده؟ خندیدم، خیلی بلند. زخم مال وقتی بود که 12 ساله بودم و شوهرم آن را بعد از 13 سال زندگی می دید. آنقدر خندیدم که اشک از چشمانم سرازیر شد. حالا دیگر داشتم گریه می کردم از خوشحالی. شوهرم مرا می دید، میخچه کف پایم را و خالی که پشت گردنم بود. شانه به شانه هم توی خیابان عریضی راه افتادیم. هوا شفاف بود و آفتاب انگار فقط برای روشن کردن صورت ها می تابید. جلوی مغازه ها می ایستادیم و من توی شیشه آن به خودمان نگاه می کردم. شوهرم جلوی مغازه ایستاد. کدامش را می پسندی؟ هیچ کدام. اصرار کرد. پیراهن آبی بلندی را نشان دادم. تو رفتیم. پیراهن گران بود. آهسته گفتم برویم، ولی شوهرم دست اسکناسی از جیبش در آورد و شمرد. رویم را برگرداندم و نیمرخ او را از توی آینه دیدم که پول را برای بار دوم می شمرد. میمون لنگ درازی برای دخترم و 3 چرخه‌ای برای پسرم خریدیم و برگشتیم. شب شوهرم اسمم را صدا کرد با آهنگی بسیار نرم. می توانم بمانم؟ داشت به سقف اتاق نگاه می کرد. اگر تو بخواهی. من هم به سقف نگاه کردم. گچهایش تبله کرده و آماده ریختن بود. اینجا کار پیدا می کنم. با این دستها. دستهایش انگشتانی کوتاه داشت و ناخونهایی پهن. تو هم خیلی سختی کشیدی. این را می فهمم. می خواستم باز هم بشنوم. کارت آنجا خوب است. نمی شود ولش کنی. قلبم تند و تند می زد. ولش می کنم. ولش می کنم. اینجا کارگیر می آورم. برای چی آخر؟ به خاطر تو. با این جمله می توانستم 1 قرن تنها بمانم و فکر کنم به 2 روزی که مال خودم بود. شوهرم حرف می زد. صدایش هیجان سالهای پیش را داشت. رویم را به طرفش کردم و صدای خودم را همزمان با خاموش شدن چراغ شنیدم. برو. روخانی الف.